خالی نسته؟ یوی خلا جنی یه جنه وای یو طالبان مدعی هستند یک هواپیمای تجسسی آمریکایی را سرنگون کردند. ارتش آمریکا میگوید در حال بررسی موضوع است. ادعای طالبان در سرنگونی این هواپیما چقدر درست است؟ همچنین در برنامه امشب با هواپیمای تهران سه سانحه هوایی طی سه روز، دلیل این همه حادثه در هواپیمای ایران چیست؟ شلیک چند راکت به سفارت آمریکا در بغداد، پیامی از طرف مردم عراق یا ضربه‌ای به منافع ملی؟ طرح صلح ترامپ برای خاورمیانه در آستانه رونمایی، آیا اسرائیل و فلسطینی‌ها به توافق خواهند رسید؟ شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. منابع آمریکایی تایید کردند که یک هواپیمای ارتش این کشور در افغانستان سقوط کرده. پیش از آن طالبان ادعا کرده بودند که یک هواپیمای تجسسی آمریکایی را در ولایت غزنی و یک هلیکوپتر دولتی را در ولایت پکتیکا سرنگون کردند. رئیس پلیس غزنی به بی بی سی گفته که هواپیما 6 سرنشین داشته و اجساد 4 نفر از آنها پیدا شده. دولت افغانستان البته در مورد ادعای سقوط هلیکوپتر اظهار نظری نکرده. در روزهای اخیر بارها طالبان ادعا کردند که هلیکوپترهای دولتی را سرنگون کردند، ولی ادعای طالبان چقدر درست است و اگر این طور باشد سرنوشت گفتگوهای صلح آمریکا با طالبان چه خواهد شد؟ آیا جنگ در افغانستان وارد مرحله تازه‌ای شده؟ در این باره بیشتر حرف می‌زنیم. اول گزارشی ببینیم از مهرزاد کهنروز. هواپیمای رله رادیویی و مخابراتی، پیشرفته‌ترین هواپیما از این نوع که در اختیار آمریکاست، با شماره سریال 11-93-85، یک هواپیمای کوچک نظامی. لاشه این هواپیما حالا در قلب افغانستان پیدا شده، در منطقه کوهستانی روستای صدو ولسوالی دهه یک ولایت غزنی. طالبان میگوید این هواپیمای نظامی آمریکایی را سرنگون کرده. به گفته آنها سرنشینان هواپیما در حال اجرای مأموریت جاسوسی بودند. به گفته طالبان تمام سرنشینان کشته شدند، از جمله چند افسر اطلاعاتی بلندپایه. اما آمریکایی ها میگویند هیچ مقام بلندپایه آمریکایی در این حادثه کشته نشده و آمریکا هنوز در حال بررسی حادثه است. این واکنش یک فرمانده ارتش افغانستان. ما موسایی هستیم که طیاره عوارض تکنیکی پیدا کرده بود، اونجا طیاره سقوط کرده. پلیس ملی، اردوی ملی، امنیت ملی، قطعات کماندو کلی که به خاطر نجات طیاره ما با مستقامت روان هستیم. فرمانده پلیس غزنی هم به بی بی سی گفته هواپیما 6 سرنشین داشته که اجساد 4 نفرشان پیدا شده. همه اینها در زمانی که آمریکا و طالبان پای میز مذاکره هستند برای رسیدن به صلح. مهرزاد کهنروز، بی بی سی. سام فرزانه همکارم از واشنگتن به ما پیوسته. سام، ارتش آمریکا چی گفته در این زمینه؟ ارتش آمریکا اتفاقا خیلی اخیر، شاید حدود نیم ساعت یک همچین چیزیه که واکنش نشون دادن و گفتن که از در واقع درست این خبر و یکی از هواپیماهای این ارتش آمریکا که از شرکت بمباردیه هم بوده، جت تقریبا کوچیکی است، این هواپیما سقوط کرده در ولایت غزنی. این رو هم تایید کردن و گفتن که ما در حال تحقیق درباره علل سقوط هستیم و هنوز به گفته اونها دلیل موجهی وجود نداشته برای اینکه این سقوط به دلیل حمله‌ای بوده باشه که از طرف نیروهای دشمنه. گفتن که هنوز ما دلیلی مبنی بر این موضوع ندیدیم و گفتن که خبرهای بیشتر رو خواهند گفت. و این رو هم البته اضافه کردن که ادعای طالبان مبنی بر این که یک وسیله
دیگری رو هم هدف قرار دادن، احتمالاً منظور همون هلیکوپتر هست، و در جای دیگه گفتن که این ادعا ادعای درستی نیست. وزیر دفاع آمریکا هم امروز صحبت کرده بود، او هم سعی کرده بود که خیلی محتاطانه از کنار موضوع رد بشه و صرفاً به این گفته بسنده بکنه که از اتفاقاتی که داره روی میده با خبر هستند و این رو دنبال میکنن و اگر اطلاعی باشه که لازم باشه مثلا با رسانه ها در میون بگذارن این رو هم میگن. از طرف دیگه بخش دیگه از این خبر حالا در گزارش هم بود، این از افغانستان می اومده که خب خبرها خیلی زد و نقیز بود. اول اینکه گفته میشد که خبرها در مورد این بود که هواپیما غیر نظامیه، که این رو هم اداره هوانوردی ملکی و هم خود شرکت هواپیمایی آریانا این رو تکذیب کرده بودن، و بعد از اون خبر اومد که حالا مثلا این هواپیما هواپیمای نظامی بوده. حتی اخبار زد و نقیزی درباره اینکه چند نفر توی این هواپیما بودند هم گفته شده، 6 نفر گفته شده، و حتی یکی از مقام‌های آمریکایی در گفتگویی که با رسانه‌ها داشته گفته بوده که تعداد کسانی که کشته شدن زیر 5 نفر بوده و به این ترتیب یک جوری خواستن که خونسا بکنن اون گزارش و اطلاع رسانی که منابع طالبان داشتن. گفتگوهای صلح هم بین آمریکا و طالبان در جریان هست، در اونجا چه گفته میشه؟ احتمال داره که این اتفاق روی گفتگوهای صلح اثرگذار باشه؟ میدونیم چند ماه پیش بود که گفتگوهای صلح متوقف موند و آمریکا به یک باره گفتگوها رو ترک کرد، و دلیلی که اون زمان عنوان شده بود این بود که عملیات انتحاری طالبان منجر به کشته شدن یکی از نیروهای آمریکایی در افغانستان شده، و آقای ترامپ خیلی سر این موضوع ابراز ناراحتی میکرد که نمیشه در زمانی که گفتگو برای صلح داره انجام میشه نیروهای طالبان بخوان یک همچین رفتاری بکنن، نیروهای آمریکایی رو بکشن. حتی اون زمان گفته میشد که آمریکایی‌ها دعوت کرده بودند از مقام‌های طالبان و مقام‌های دولتی افغانستان که به ایالات متحده بیان و اینجا با هم صحبت بکنن. حتی گفته میشد که در کمپ دیوید قراره که این صحبت‌ها انجام بشه و نهایتاً به صلح برسه، و اون گفتگوها متوقف موند به خاطر همون کشته شدن اون سرباز آمریکایی و خیلی هم سر صدا به پا کرد. اما در عین حال این رو هم میدونیم که همین 15-16 روز پیش در جای دیگری در افغانستان عملیاتی بوده که نیروهای آمریکایی در اونجا هم کشته شدند توسط نیروهای طالبان، اما خب بعد از اون آمریکا متوقف نکرده گفتگوهاشو یا دست کم چنین چیزی رو اعلام نکردن. این میتونه شاید نشونه ای از این باشه که آمریکایی‌ها بسته به اینکه الان چه سیاستی رو بیشتر مفید میدونن برای پیشبرد سیاست‌های خودشون اون رو پی میگیرن، و اینطور نمیشه پیش بینی کرد که به خاطر کشته شدن آمریکایی‌ها الزاماً آمریکا گفتگوهای صلح رو کنار میگذاره. ممنونم از همکارم سام فرزانه در واشنگتن. و اما بابک تقوایی کارشناس نظامی از آتن یونان به ما پیوستن. آقای تقوایی، بد نیست که کمی در مورد مشخصات این هواپیما بگید، هواپیمایی که طالبان مدعی ساقط کرده، آمریکایی ها معتقدند که حالا به دلایلی غیر از این سقوط کرده. بله، خدمت شما عرض بکنم که هواپیمایی که ساقط کرده، یعنی سقوط کرده در حال حاضر، این هواپیما از نوع E-11A هستش، یک هواپیمای رله مخابراتی و ارتباطی هستش. این هواپیما متعلق به گردان 430 جنگ الکترونیک اعزامی آمریکا بوده به قندهار، که مجموعاً 4 فروند از این هواپیما دارن، و این هواپیما یکیشون بود به شماره سریال 11 خط فاصله 9358. این هواپیما خب خیلی پیشرفته هستش در نوع خودش، و خب وظیفه‌اش این هستش که وقتی که نیروهای نظامی شما بر روی زمین در منطقه‌ای که حالا دید مستقیم ندارن با پایگاهشون و امکان ارتباطگیری رادیویی و تلفنی و ماهواره‌ای براشون وجود نداره، حالا به خاطر بد بودن شرایط جوی یا به عنوان مثال وجود کوهستانی، هواپیما میتونه بالای سرشون پرواز بکنه، و این هواپیما میتونه امکان برقراری ارتباط این نیروها رو با پایگاه مادر خودشون و حتی
با پایگاه‌های دیگه در کشورهای دیگه از طریق ارتباط ماهواره‌ای فراهم بکنه. یعنی شما با بی سیم راحت میتونین با هواپیما تماس بگیرین و حتی اگر نوع بی سیم شما هم پیشرفته نباشه که حالا سایر نیروهای موجود در منطقه بتونن با شما در ارتباط بگیرن، کامپیوترهای این هواپیما تمام سیگنال‌های شما رو ترجمه می‌کنه برای سایر سامانه‌های ارتباطی و برای اونها ارسال می‌کنه. تصاویری از لاشه هواپیما منتشر شده، ما بخشای از اون رو هم نشون دادیم. در این مرحله ادعای طالبان با توجه به این تصاویر قابل راستی آزمایی هست که گویا مورد هدف قرار گرفته باشه این هواپیما؟ بله، خدمت شما عرض بکنم که خب در این تصاویر که من مشاهده کردم قاعدتاً برای زدن این هواپیما اینها باید یک موشکی داشته باشن، یک سامانه پدافندی داشته باشن، این موشک باید برخورد کرده باشه به هواپیما، مخصوصاً ناحیه موتورش و آسیب باید زده باشه. اون چیزی که ما در تصاویر دیدیم، این هواپیما خب کاملا سالم بوده، یعنی قبل از اینکه برخورد بکنه به سطح زمین سالم بوده و زاویه برخوردش هم به گونه‌ای بوده که خب حالا هم سرعتش پایین بوده و هم اینکه خلبان کنترل داشته حالا به هر نوعی در لحظه آخر برخورد و خب قصد فرود آمدن داشته. حالا برای اینکه بهترین جواب رو بگیریم به طور قطع، جعبه سیاه هواپیما و همچنین اطلاعات حالا من این مسئله رو مطمئن هستم که خدمه این هواپیما حالا اگر اتفاقی براشون افتاده باشه این رو گزارش کردن، یعنی فرصت داشتن از اون ارتفاع بسیار بالایی که آخرین بار یک سیگنال اینها فرستادن به یک فرستنده و گیرنده سیگنال های ADSB یا اصطلاحا موقعیت نما، نشون میداده ارتفاعشون در ساعت 6 و 45 دقیقه UTC حدود 40925 پا بوده. خب اینها در اون ارتفاع فرصت کافی داشتن حتما پیام فرستادن که ما باید صبر بکنیم ببینیم مقامات آمریکایی اینها میگن که چه اتفاقی، چه نقص فنی براشون اتفاق افتاده، یعنی رخ داده. ولی خب ما تصاویر رو هم نگاه بکنیم اصلا اثری از ترکش من در ناحیه موتور هواپیما ندیدم، آتش سوزی در موتور هواپیما ندیدم، آتش سوزی هم در سقف هواپیماست، نشون میده که هواپیما بعد از اینکه خورده به زمین به خاطر نشت سوخت این هواپیما آتیش گرفته، یعنی زیرش هم شما مشاهده بکنی سوختگی اصلا نداشته. باید تقوی اشاره مختصری کردید به اینکه این هواپیما ممکنه با چه سامانه ای اگر هدف قرار بگیره ساقط بشه، ولی آیا چنین سامانه هایی در جایی مثل ولایت غزنی افغانستان قابل نصب هست؟ آیا مثلا این هواپیما ها با بعضی از راکت های دوش پرتاب هم قابل ساقط شدن هست؟ خدمت شما عرض بکنم که برای زدن هواپیما با موشک دوش پرتاب باید در ارتفاع بین 2 الی 3 کیلومتری پرواز بکنه. این ارتفاع خیلی کمه برای چنین هواپیما. این هواپیما حداقل ارتفاعی در اون منطقه باید 26000 پا پرواز کنه، یعنی خارج از ارتفاع موشک‌های دوش پرتابی که خب طالبان اخیراً دریافت کرده و ما شاهد بودیم چند روز پیش بر علیه یک هلیکوپتر میل 17 هم اینها استفاده کردن و خب هلیکوپتر آسیب دید ولی فرود اسرائیلی داشت، چند نفر درونش مجروح شدن و خب این هواپیما باید خیلی ارتفاعش پایین بوده باشه، اینها بسیار باید خوش شانس بوده باشن در لحظه‌ای که این هواپیما در ارتفاع پایین بوده که تونسته باشن با موشک دوش پرتاب این هواپیما رو بزنن. احتمال اینکه اینها سامانه‌های پدافندی حالا برد متوسط و برد بلند داشته باشن بسیار غیر ممکن هست، یعنی اصلا ممکن نیست، به این علت که این سامانه‌ها نیاز به دانش بالایی دارن برای اداره کردنشون که خب نیروهای طالبان ندارن، حتی دورش رو هم نمیتونن بگذرونن و با توجه به اینکه پیچیدگی‌هایی در این سامانه‌ها و تجهیزات جانبی زیادی لازم به سامانه‌های برد متوسط و برد بلند پدافندی، اینها اصلا نمیتونن اینها رو مستقر بکنن در جایی و نمیتونن جابجاشون بکنن چون به راحتی توسط پهپادهای جاسوسی و ماهواره‌های آمریکا دیده میشن و چنین امکانی براشون وجود نداره. بنابراین این به احتمال بسیار بسیار زیاد پروپاگاندا هستش چیزی که هست، ولی خب ما 1% هم حالا احتمال بدیم این هواپیما اگر ساقط شده باشه دیگه بسیار شانس بسیار زیادی داشتن، حالا به هر دلیلی هواپیما ارتفاعش کم شده باشه به خاطر نبود اکسیژن، خرابی در سامانه اکسیژن یا هر چیز دیگه‌ای که خب این امکان ممکنه براشون فراهم شده باشه. ممنونم از بابک تقوایی. خواهش میکنم. یک هواپیمای خطوط هوایی کاسپیان که صبح امروز از تهران به بندر ماهشهر ایران در جنوب غربی ایران می رفت، هنگام فرود از باند هواپیما خارج شد.
این هواپیما 136 مسافر و 8 خدمه داشت. به گفته جمعیت هلال احمر خوزستان، دو نفر از سرنشینان به علت مصدومیت پا به بیمارستان منتقل شدند. این هواپیما از نوع مکدونل داگلاس 83 است و گزارش شده که 26 سال سن داشته. مریم افشان گزارش می‌دهد. بوئینگ MD-83 هواپیمای کاسپیان از تهران عازم ماهشهر بود. در لحظه فرود کنترلش را به علت نقص فنی از دست داد و از باند فرودگاه ماهشهر خارج شد. آقا طوری نشد، که خدا طوری نشد، طوری نشد. این سومین حادثه در سه روز متوالی برای هواپیماهای غیر نظامی و مسافربری در ایران است که به علت نقص فنی دچار مشکل می شوند. دیروز یک شنبه هم هواپیمای آرجی متعلق به قشم ایر که از گرگان به تهران می رفت به خاطر نقص فنی موتور هواپیما روی باند متوقف شد. یک روز پیشتر هم هواپیمای مسافربری ایران ایر تور که فرودگاه امام خمینی را به مقصد استانبول ترک کرده بود دچار مشکل فنی شد و در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست. حال صنعت هوایی ایران خوب نیست. امسال هیچ هواپیمای نوی وارد ایران نشده و تحریم‌ها و بالا رفتن هزینه تعمیر و نگهداری هواپیماها هم مزید بر علت است. معاون سابق سازمان هواپیمای ایران می‌گوید وضع ناوگان هوایی ایران خاص است. تحریم‌های صنعت هوایی در افزایش سوانه تأثیرگذار بوده است و قطعات لازمی که نیاز است به موقع برسد یا وارد ایران نمی‌شود یا با واسطه و با هزینه‌های گران به دست شرکت‌های هواپیمایی می‌رسد. به دنبال سقوط هواپیمای اوکراین در ایران با شلیک موشک و کشته شدن 176 سرنشین آن، تعدادی از شرکت‌های بین‌المللی هواپیمایی اعلام کردند که پروازهای خود به ایران یا از آسمان ایران را لغو می‌کنند. اما رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران گفته برای بازگشت ایرلاین‌های خارجی به ایران التماس نمی‌کنیم. آنها هم در کشورهای ما منافعی داشتند. حالا که رفتند باید برایشان ضوابط و شرط بگذاریم. اینطور نمی شود که با هر اتفاقی برنامه های پروازی ایران را متوقف یا تعلیق کنند. سانحه هوایی امروز تلفات جانی نداشت، اما برای این مسافران تجربه پر استرس بود که شاید به راحتی فراموش نشود. مریم افشنگ، بی بی سی. دو مهمان داریم در برنامه. هوشنگ شهبازی خلبان از تهران با ما هستند و همینطور فرزین ندیمی، پژوهشگر امور دفاعی در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه. از همین شهر سال اول رو از آقای شهبازی میپرسم. سه موردی که اخیراً رخ داده آقای شهبازی، از نظر شما اتفاقی بوده یا دلایلی اینها رو به همدیگه مرتبط میکنه؟ سلام و درود عرض میکنم خدمت شما و همینطور خدمت هم‌میهنان عزیزم. خب همینطور که تو شما تو گزارش اولیتون گفتید، تقریبا فکر میکنم گزارش بسیار کاملی بود و بسیار خوب توضیح داده شده بود. هر دوی اینها میتونه باشه، هم اتفاقی میتونه باشه، خب میتونه برای هواپیمای نو هم اتفاق بیفته. این سانحه هستش، هر لحظه ممکنه برای هر هواپیمای اتفاق بیفته و هم به خاطر تحریم ها میتونه باشه که توی ایران، خب شما میدونید عمر ناوگان ما بسیار بالاست، 24 سالشه، 25 سالشه، ما هواپیمای نوعی نداریم و میتونه، و همینطور که گفتن قطعات نداریم. خب این هواپیمایی هم که الان دارم پرواز میکنم با ایثار به اصطلاح خلبان هامون و همینطور مهندسی تعمیرات و مهندس های زمینی هستن دارم پرواز میکنن. ما ناوگان بسیار کهنه ای داریم و هر کدوم از اینها میتونه باشه. آقای ندیمی شما چی فکر میکنید؟ اینها بیشتر برمیگرده به تحریم یا برمیگرده به آنچه که از اون تحت عنوان سوء مدیریت هم در ایران یاد شده؟ بله، سوء مدیریت که همواره در صنعت هوایی ایران وجود داشته، ولی از نظر آماری اگه بخوایم نگاه بکنیم، هواپیمای غیر نظامی ایران حدود 300 هواپیما شامل 48,000 صندلی میشه که از این تعداد نیمی از صندلی‌ها زمینگیر هستند و هواپیماهای عملیاتی ایران چه ملکی و چه اجاره‌ای حدود کمی بیش از 150 فروند هستند، حدود 26,000 صندلی. و با توجه به همونطور که کاپیتان شهبازی فرمودن، با توجه به قدیمی بودن ناوگان هوایی، به خصوص ناوگان هواپیمای MD و فوکر 100 ما که باید به زودی بازنشسته بشن، سالی طبق آماری که هواپیمای کشوری ارائه داده، سالی حدود 8% از هواپیماهای ایران باید از رده عملیاتی خارج بشن. و با توجه به این موضوع که
که ما باید به طور مرتب از هواپیما تعداد هواپیمای عملیاتی ما کم میشه و امکان جایگزینی اونها با هواپیماهای جدید وجود نداره، باید این موضوع واقعا از نظر موضوع ایمنی هواپیمای کشوری در ایران باید به طور جدی بازنگری بشه. کاپیتان شهبازی، شما خودتون خب ساعت‌ها صدها ساعت بلکه بیشتر پرواز کردید، با این سند آشنا هستید، با این توصیفی که کردید آیا به مسافران در ایران توصیه میکنید که همچنان از خطوط هوایی ایران استفاده بکنن یا اینکه اگر جایگزینی داشتند اون جایگزین رو استفاده بکنند؟ این آقای موسوی، من میخوام خدمت شما یه مسئله رو بگم. این مسئله صنعت هوانوردی و کهنه بودن این مشکلات و معضلاتی که ما تو ایران داریم در واقع همینطور که جناب آقای ندیمی فرمودن برمیگرده هم به تحریم ها و هم به عدم مدیریت. ببینید وقتی که ما تحریم هستیم هواپیمایی نمیتونیم بخریم، هیچ کشور غربی به ما هواپیما نمیفروشه. عمر ناوگان هواپیمایی امارات 6 ساله، یعنی هواپیمایی کهنه تر از 6 سال ندارن. عمر ناوگان هوایی ما 24 ساله، همه چی فرسوده است. قطعات یدکی نمیتونیم، به خاطر سوئیف، به خاطر تحریم بانکی نمیتونیم، حتی از چین و هند هم نمیتونیم تهیه بکنیم. ببینید وقتی من میگم ایثار خلبان، ایثار مهندسان پرواز زمینی و ایثار این عزیزان من، این چند تا هواپیمایی هم که داریم زمینگیر نیستن دارن پرواز میکنن. یا بایستی این هواپیمایی رو ببوسیم بذاریم کنار، یا اینکه خب همینجوری با این چیزای شکسته بسته بتونیم پرواز بکنیم. مسئله عدم مدیریت ها، خب ما این عدم مدیریت رو متاسفانه داریم و من بارها عرض کردم ما از مدیران سنتی 40-50 سال پیش داریم استفاده میکنیم. هواپیمایی یک ایده نو، یک تکنولوژی نو هست که مدیریت جوان میخواد، فکر نوین میخواد. شهبازی ببخشید من حرفتون رو قطع میکنم، سوال من این بود که به عنوان اگر شما یک مسافر رو در ایران ببینید که بخواد مثلا از مشهد به تهران پرواز بکنه، از تهران به تبریز یا جای دیگه، بهش میگید که این فضا فضای امنی برای تو نیست و مثلا قطار رو انتخاب کن یا با خودرو برو؟ ببینید نه، من هنوز هم وقتی آمارهای هواپیمایی رو در نظر میگیرم تعداد مسافر ساعت پرواز، اگر آقای ندیمی هم فکر میکنم بتونن این صحبت من رو تایید بکنن، با اینکه ما 40 سال تحریم هستیم، با اینکه ناوگان هوایی ما کهنه هست، ولی وقتی آمار کشته های جاده ای رو حساب میکنیم میبینیم بالای 20,000 تا در ساله، هواپیمایی اینقدر کشته نداره. آمارش ببینید، قطار ریلی، حمل و نقل ریلی و حمل و نقل هوایی از ایمنترین و از سیفترین وسایل نقلیه هوایی هستن و من همچین توصیه ای به عزیزانم نمی کنم و من بسیار قدردانی و تشکر میکنم از عزیزان همکارم و همینطور مهندسین عزیز که این هواپیماها را هنوز به روز نگه داشتن. ولی اگر بخوایم اینقدر ایمن باشیم، خب ببینید مسئله سیاست های خارجی و تعاملات خارجی ماست. ما باید بتونیم، مردم ایران خیلی به اصلاح شایسته تر از این حرفا هستن که با این هواپیما بخوام پرواز بکنن. ما حتما باید فنه سیاست خارجی و تعاملات خارجیمون رو عوض بکنیم. آقای ندیمی، این ایثار و این فداکاری تا کی ممکنه اونطور که کاپیتان شهبازی گفتن کار بکنه؟ عمر ناوگان رو فرمودن 24 سال، مال امارات 6 سال. آیا این 2 سال، 3 سال، 4 سال دیگه جواب میده؟ اجازه بدید یه نکته خیلی سریع عرض بکنم که این تحریم ها در درجه اول شاید تا یه حد زیادی عاملش خود ما هستیم که بعد میگرده به زمان گروگانگیری آمریکا، سفارت آمریکا در ایران شروع تحریم ها بوده که هواپیمای غیر نظامی ما رو هم کمابیش هدف گرفته بود، تا اینکه در سال 2007 این تحریم ها شدت بیشتری پیدا کرد و در سال 2011 برای نمونه ایران ایر تحریم شد. و دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که این شرکت های هواپیمایی برخلاف وظایفشون و برخلاف مقررات بین المللی در حمل سلاح برای مثال به سوریه نقش داشتن و این دیگه یک واقعیت داکیومنت شده و مستند شده هستش که ایرلاین هایی مثل ماهان برای حمل
نیروهای نظامی و مهمات استفاده شدن ازشون. پس تا یه حدی این تحریم ها به خاطر خود سیاست هایی هستش که در این طی این سال ها پیش گرفته شده. ولی در جواب سوال شما عرض کنم که همونطور که عرض کردم هواپیماهای ایران به طور مرتب عمرشون داره بالاتر میره و تعداد زیادی از این ناوگان به زودی باید بازنشسته بشن و ایران باید این نکته رو در نظر بگیره که اگر میخواد همچنان به پروازهای غیر نظامی ادامه بده به تعدادی فعلیش باید این نکته رو در نظر بگیره که حتما یک گشایشی باید از نظر سیاسی به وجود بیاد، وگرنه یا اینکه از طریق افق سعی بکنه و بخواد یک اجازه خرید قطعات هواپیما رو بر اساس افک اخذ بکنه که این پیش بینی شد. کاپیتان شهبازی، شما خودتون سفرهای خارجی زیادی داشتید به این معنا که پروازهای خارجی زیادی رو هدایت کردید. یکیش نمونه بسیار مشهورش که پرواز بین فکر میکنم تهران و مسکو بود. هیچ وقت شما پروازی رو هدایت کردید که در داخل هواپیما اسلحه باشه؟ ببینید، ما توی پرواز گارد ویژه داریم. اون گارد ویژه این اسلحه ها رو حمل میکنن به خاطر ایمنی مسافر و خاطر حاجت. منظورم اینه که مثلا فرض کنید که مواد منفجره بخوان از یک کشوری به کشور دیگه بفرستن، چون آقای ندیمی اشاره کردن که ایران در مزان چنین اتهامی هست. خیر، من هرگز همچین کاری رو نکردم و از همچین مسئله ای هم اطلاع ندارم و نشنیدم. در جواب آقای ندیمی اگر از فرمایید من یه چیز رو بگم. حتی بر فرض محال فرض بکنیم که جناب آقای ندیمی حرفشون درست باشه، که البته من فکر میکنم که درست نیست، البته من تکذیب میکنم این مسئله رو، اگر هم درست باشه، ببینید حیات انسان جزء حقوق اولیه بشری در هر جای دنیا خارج از ملیت و رنگ و نژاد و نمیدونم همه این هاست. این آرتیکل اول حقوق بشره. حیات انسان تحت هیچ بهانه شر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فشار سیاسی، همینطور که غرب، حیات انسان رو نمیشود تحریم کرد. و الان با تحریم هوانوردی ما و نفروختن قطعه‌های ما، آمریکا داره جون مسافران ایرانی رو به خطر میندازه. و این چیزی که ما به داعش داشتیم ایراد میگرفتیم، میگفتیم داعش داره آدمها رو سر میبره، ولی متاسفانه آمریکا فلهی داره انسانها رو داره میکشه بدون اینکه صدایی از جایی در بیاد. تحریم صنعت هوانوردی که مسافرهای بیگناه سوارش هستن به هیچ عنوان در هیچ جای دنیا به هیچ شرط و بهانه ای قابل قبول نیست. آقای ندیمی شما چی فکر میکنید؟ آقای شهبازی میگن که تمام تقصیرها رو نمیشه برگردن مثلا ایران یا سیاستهایی که در ایران دنبال میشه گذاشت. من یه طرف عرض بکنم پاسخ ایشون کاملا برای من قابل درک هستش، ولی این موضوع هم کاملا مستند شده که ایران به نیروهای نیابتی خودش از طریق سوریه و از طریق فرودگاه دمشق سال هاست، از حداقل سال 2011 هستش که با استفاده از هواپیماهای ترابری نظامی و غیر نظامی نیرو و تجهیزات میفرسته. عکس‌های ماهواره‌ای وجود داره از هواپیمای بوئینگ 747 باری با لوگوی ایرانر در قسمتی از باند فرودگاه دمشق که معمولاً کار تخلیه مهمات رو برای نیروهای نیابتی ایران برای هم به لبنان انجام میده. و عکس‌های وجود داره از اینکه پالت‌های مهمات روی صندلی‌های نه فقط قسمت بار، بلکه روی صندلی‌های برخی پروازهای هواپیمای ماهان به دمشق قرار گرفته شدند. و این موضوع این که کاسپیان، هواپیمای کاسپیان هم نقش داشته در این پروازها و همینطور در نگهداری و تعمیر نگهداری از هواپیماهای تحت تحریم خطوط هوایی سوریه هم به حال اینا مستند شده و موجود است. سپاسگزارم از فرزین ندیمی، پژوهشگر امور دفاعی در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه، و همینطور کاپیتان هوشنگ شهبازی خلبان از تهران.
رئیس جمهوری ایران تلویحاً از رد صلاحیت گسترده داوطلبان نمایندگی مجلس انتقاد کرده. حسن روحانی گفته نگران است روزی جمهوریت به جرم و انتخابات به انتصابات تبدیل شود. با این حال او از مردم خواسته در انتخابات مجلس که کمتر از یک ماه دیگر برگزار می شود شرکت کنند. باران عباسی گزارش می دهد. بزرگترین خطر برای دموکراسی و برای حاکمیت ملی اون روزی است که انتخابات بشه تشریفات. روحانی درباره رد صلاحیت گسترده داوطلبان نمایندگی مجلس، اقدامی که به گفته رئیس جمهوری ایران انتخابات را تک جناحی خواهد کرد. و تو انتخابات یک سلیقه فراوان، یکی دیگه او یه دونه باید با ذره‌بین و تلسکوپ و اینا پیداش کرد، یه سلیقه هم که اصلا نیست. اشاره حسن روحانی به داوطلبان از جناح‌های موسوم به اصلاح طلب و اعتدالگر است که صلاحیتشان از طرف شورای نگهبان رد شده، از جمله چهره‌های سرشناس مجلس فعلی، اقدامی که انتقاد بعضی از نمایندگان را در پی داشته، از جمله شهاب الدین بی مقدار نماینده تبریز. سوال مردم این است که اگر صلاحیت نماینده‌ای برای شرکت در انتخابات تایید نشده چطور میتواند تا پایان دوره فعلی مجلس شورای اسلامی به امر قانونگذاری بپردازد؟ این اشکالی جدی است که باید شورای نگهبان پاسخ دهد. جرایمی مثل چاقو کشی و اینها داشته، اما از شورای نگهبان میگوید دلیل رد صلاحیت ها سیاسی نیست. خب بیشترش عرض کردم جرایم مالی و اقتصادی و سوء استفاده مالی و اینها بوده که این ادعا را علی لاریجانی رئیس مجلس اما رد کرده. این مطلب درست نیست، چرا که در نامه هایی که هیئت نظارت به نمایندگان داده اند به بندهای اشاره شده که مربوط به این امر نیست. اگر سیستم های اطلاعاتی در مورد نمایندگان مجلس مطالبی داشتن، اولا آن بود که در طول این 4 سال اطلاعات را در میان می گذاشتند تا اصلاح شود، نه اینکه نزدیک انتخابات آن را یک جا مطرح کنند. حسن رسولی رئیس ستاد مرکزی جبهه ائتلاف اصلاح طلبان هم درباره رد صلاحیت ها هشدار داده. جریان اصلاح طلب به طرز بی سابقه ای در تهران و در سراسر کشور با نبود یا کمبود نامزد تایید صلاحیت شده برای بستن لیست مواجه است و در بسیار از استان ها فاقد یک نامزد اصلاح طلب هستیم که بدنه جریان اصلاحات برای رأی دادن به وی راغب باشد. اما آیا دلیل اصلی بیرمق بودن فضای انتخاباتی نبود نامزدهای موسوم به اصلاح طلب یا اعتدالگر است یا ناامیدی رای دهندگان به تغییر در ساختار فعلی حاکمیت جمهوری اسلامی؟ از اعتراض های دیماه 96 تا آبان امسال و همینطور تجمعاتی که در اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران رخ داد، چنین شعارهایی بارها تکرار شده. بی‌اعتمادی رای دهندگان و بحران مشروعیت برای حاکمیت، شرایطی که حسن روحانی خطرناک خوانده. حالا یه وقتی است که من میخوام در انتخابات شرکت نکنم به یه دلیلی، یه جوره. یه وقتی من اعتماد ندارم برم پای صندوق، این دیگه خیلی خطرناکه. و دعوت از رای دهندگان برای شرکت در انتخابات. امروز روزی است که باید بریم پای صندوق رای، ولو اینکه گله داریم، ولو اینکه ناراحتیم، قهر نکنیم با صندوق. درخواست رئیس جمهوری که مدت هاست با انتقادهای گسترده حتی از جانب نزدیکان و همفکرانش روبرو بوده، از عملکرد اقتصادی و سیاسی تا ادعای بی اطلاعی در مورد افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان. خب منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرد، تا سرکوب کم سابقه معترضان که صدها کشته به جا گذاشت، تا اظهار بیخبری نسبت به دست داشتن سپاه پاسداران در سرنگونی هواپیمای مسافربری. توش جمهوریت هم هست، کارنامه‌ای که میزان قدرت و اختیارات رئیس جمهوری در جمهوری اسلامی را بیش از پیش زیر سوال برده. والا کلمه جمهوری تو قانون اساسی ما هست، من می‌ترسم یه روزی این کلمه جمهوری هم باز جرم بشه. رئیس جمهور هست. باران عباسی، BBC. هست بابا تو.
شهیر شهید سالس، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از کلگری کانادا با ما. سنای شهید سالس، آقای روحانی از یک طرف انتقاد میکنه، انتقادهای تندی هم داره، از یک طرف هم دعوت به مشارکت در انتخابات. با این وصف حرف اصلی آقای روحانی چیه؟ من فکر میکنم که وضعیت یه طوری شده که تقریبا آقای روحانی به این نتیجه رسیده که سیستم به این تصمیم رسیده که به طور کلی این جناح رو و جناح اصلاح طلبا رو از حکومت حذف بکنه و قدرت رو به طور کامل دست بگیره. توجه داشته باشین که آقای روحانی در واقع خودش رو جایگزین آقای هاشمی میدونه. آقای هاشمی وقتی که از میون رفت، هیچ کسی جز آقای روحانی واجد شرایط نبودش که این جریان سیاسی رو، یعنی اعتدالگرایان رو به قول خودشون هدایت بکنه، و آقای روحانی چنین مأموریتی رو برای خودش میبینه و دلش میخواد که همون خط رو ادامه بده و جلوی این یک پارچه شدن حکومت رو که بعد از 30 سال روی کار اومدن آقای خامنه‌ای در شرف تکوین هستش هر طوری شده بگیره. ضمن اینم ما میشنویم که مثلا در تصمیم های مهم کشوری یا در تحولات مهم کشوری آقای روحانی فرد مطلعی نیست، نمونهش همین حادثه سقوط هواپیما. چه جایگاهی رو در سیاست ایران برای آقای روحانی میشه قائل شد؟ یک رئیس جمهوری تضعیف شده یا یک فردی که ممکن است جای خالی مثلا کسی مثل هاشمی رفسنجانی رو پر بکنه؟ ببینید، در مورد مثال سقوط هواپیما به نظر من اینو نمیشه تسری داد و تعمیم داد یک نتیجه گیری کلی کرد. توجه داشته باشین آقای روحانی از بعد به تأسیس شورای عالی امنیت ملی 23 سال لاینقطع و پشت سر هم نماینده ولی فقیه در شورای امنیت ملی بوده که بالاترین نهاد امنیتی کشور هستش. بعد از اون 16 سال دبیر شورای امنیت ملی بوده، الان هم که حدود 6 سال هستش که رئیس شورای امنیت ملی. یادمون نره وقتی که آقای روحانی اومد سر کار، به هر صورت یک چرخش عجیبی که هیچ کس انتظارش رو نداشت اتفاق افتاد. آقای جواد ظریف و آقای جانکری بغل دریاچه لکلمان ژنو دست و دست همدیگه راه می‌رفتن و با هم صحبت می‌کردن. چنین چیزی اصلا به مخیله آدم خطور نمی‌کرد. بنابراین آقای روحانی به نظر من نقش خودش رو تا یه مرحله خیلی خوب بازی کرد و قدرتش هم داشت و این امکان رو هم داشت که وضعیت برجام رو به اونجا برسونه. ولی خب آقای ترامپ به نظر من یک هدیه‌ای به تندروهای ایران داد با خارج شدن از برجام که باعث تضعیف فوق‌العاده این جریان شد، که به نظر من حالا هم اینها در صحنه سیاسی نقش چندانی بازی نخواهند کرد. این تأکیدی که آقای روحانی میکنه روی شباهت عملکرد تندروها در ایران با نزدیکان دونالد ترامپ چه مفهومی داره؟ آیا معناش اینه که اون هدیه‌ای که شما اشاره کردید رو دونالد ترامپ به تندروها داد، اینها دارن پس میدن؟ آقای روحانی نظرش این هستش که هم جناح تندرو و رادیکال در ایران و هم ترامپ و دولت او و کابینه او منافع ملی ایران رو نادیده میگیرن. چندین بار تو همین سخنرانیش تکرار کرده این مسئله رو که منافع ملی ایران زیر خطر است. در واقع با نزدیک کردن این دوتا که هر دو جناح، یه واقعیتی هم هستش، هر دو جناح مخالف برجام هستن و موافق فروپاشی برجام هستن، میخواد نشون بده که این جناح بی تفاوت هست به منافع ملی ایران، همچنان که ترامپ و دولت او هستش. ممنونم از شهیر شهید سالس، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران از کلگری کانادا. مقام‌های عراقی حمله راکتی به سفارت آمریکا را به عنوان اقدامی علیه منافع عراق به شدت محکوم کردند. دیشب دست کم 5 راکت به سفارت آمریکا در منطقه امنیتی سبز بغداد شلیک شد و 3 تا آنها داخل محوطه سفارت فرود آمد. حمله در پایان روزی از تظاهرات ضد دولتی و جنگ و گریز نیروهای امنیتی با معترضان صورت گرفت. در ناآرامی‌های 3.5 ماه گذشته در عراق بیشتر از 500 نفر از معترضان کشته شدند. امروز سفرای 16 کشور در بغداد از دولت عراق خواستند در این مورد تحقیقاتی معتبر آغاز کند و پاسخگو باشد. خبرنگار ما نفیسه کوهنورد هم از بغداد با ماست. نفیسه، این راکت‌ها چه کسانی پرتاب می‌کنند؟ هدفشون چیه؟ جان
که مقصر اصلی رو اینجا تو این وضعیت پیدا کرد. جالبه که بعد از حمله راکتی دیشب بلافاصله هم نخست وزیری بیانیه داد، نخست وزیر عراق بیانیه داد و محکوم کرد و امروز از صبح هم گروه های مختلف هشت شبی به ترتیب بیانیه دادن. اول کتاب حزب الله بیانیه داد و گفتش که این اقدام اقدام فرزندان شجاع عراق بوده اما زمان بندیش مناسب نبوده، به نوعی محکوم کرد و مخالفتشون رو اعلام کردن. اصحاب اهل حق اعلام کرد بلافاصله در بیانیه ای که این حمله کار اونها نبوده و اگر بخوان انتقام خون ابو مهدی مهندس فرمانده هشت و همچنین کتاب حزب الله رو بگیرن، در سطح همون انتقامی خواهند گرفت که ایران برای خون قاسم سلیمانی گرفته. اونها هم اعلام کردن که عملا تصمیم ندارن به اماکن دیپلماتیک حمله بکنن و این رو صراحتا در بیانیهشون گفتن. هادی آمری فرمانده نیروهای بدر و همچنین نماینده مجلس هم محکوم کرد این حمله رو و گفت که این حمله ها به ضرر تمام حرکتیه که داره انجام میشه برای خارج کردن نیروهای خارجی از عراق. و برای همین هم به نظر میاد که خب انگشت اتهام به سمت از اولش به سمت کتاب حزب الله بود که در حمله های گذشته هم متهم شد، اما به نظر میاد که میشه گفت حتی احتمالاً بین گروه‌های هشت شعبی برای اقدام علیه نیروهای آمریکایی یک اختلاف نظر هست. دیشب اولین باری بود که به صورت خیلی جدی بخشی از ساختمان سفارت آسیب دید. تقریبا میشه گفت چهار روز گذشته در کمتر از یک هفته ما شاهد دو حمله بودیم که حمله قبلی هم کاتیوشا بود که ما صدای انفجارش هم همینجا در پایگاه این طرف خیابان شنیدیم، اما آسیب جدی به ساختمان سفارت نیامده بود. اما این بار نه تنها آسیب وارد شد که یک نفر هم تا اونجایی که ما تونستیم تایید بکنیم زخمی شده بود. برای همین هم هست که موضوع خیلی جدی‌تر شد و صحبت از این بود که یک خط قرمز دیگه که از طرف آقای ترامپ گذاشته بود شده بود رد شده و احتمال داره که پیامدهای این حمله دیشب داشته باشه که متفاوت از حمله‌های قبل بود. خب تا حالا واکنش آمریکایی‌ها چه بوده؟ تا الان از واشنگتن ما واکنش چندانی ندیدیم. اینجا در پایگاه و نیروهای آمریکایی و خود سفارت آمریکا مگه دقت بکنیم خیلی با دقت دارن در مورد این موضوع صحبت میکنن، کسی رو فعلا متهم نکردن، بیانیه خاصی صادر نکردن و منتظرن ببینن که آیا این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد یا نه. با توجه به اینکه نخست وزیر عراق یا سرپرست نخست وزیر عراق بلافاصله اعلام کرد که این مسئله رو مورد بررسی قرار خواهد داد، اما نگرانی ها از این هست که سکوت آقای ترامپ و آقای پومپئو ممکنه دال بر این باشه که دارن بررسی میکنن که چطور جواب بدن، چون همونطور که گفتم برای اولین بار ساختمان سفارت آسیب دید. اما بیانیه های هشت شعبی هم باعث شده که چون خود سخنگوی هشت شعبی هم آخر از همه اعلام کرد که به هیچ وجه هشت شعبی پشت این حمله ها نبوده و این اصلا با خواست اونها متفاوته، چون با این روش نمیخوان آمریکایی ها رو بیرون بکنن فعلا. برای همین شاید به نظر میاد که تنش رو دارن از یک طرف دیگه هم میارن پایین، اما احتمال این که یک حمله تلافی جویانه هم از طرف نیروهای آمریکایی صورت بگیره هنوز به نظر میاد که داره مورد بررسیه. ممنونم از نفیسه کوهنورد در بغداد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید فردا سه‌شنبه ساعت 12 ظهر به وقت واشنگتن از طرح صلحی که برای اسرائیلی ها و فلسطینی ها تهیه کرده رونمایی خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و بنی گانتس رهبر مخالفان در حال حاضر در واشنگتن هستند و در مراسم رونمایی از این طرح که معامله قرن توصیف شده حضور خواهند داشت. هیچ یک از مقام های فلسطینی به کاخ سفید دعوت نشدند. مناقشه عرب و اسرائیل یک مناقشه 70 ساله است که آقای ترامپ امیدوار است آن را حل کند. ما همکارم کیوان حسینی مروری داریم بر اینکه این مناقشه چطور به یک گروه به یک گره کور و حل نشدنی تبدیل شد. کیوان اگر یک نگاه تاریخی داشته باشیم بسیار گذرا، جنجالی ترین قسمت این جریان مرز و اشغاله که برمیگرده به تحولات سال 1967.
بله، سال 1967 در واقع یک نقطه عطف است در این مناقشه، به خاطر اینکه برای نخستین بار می‌بینیم که اسرائیل تمامی سرزمین‌هایی که متعلق به فلسطینی‌ها توصیف شده رو اشغال کرده و از اونجا مسئله اشغال آغاز میشه. جایی هستش که اسرائیل در جنگ شش روزه در پاسخ به اون چه که تهدیدهای امنیتی جمال و عبدالناصر رهبر مصر توصیف میکرد، حمله کرد به غزه، به مصر در واقع و اردن و سوریه، و موجب شد که در بعد از شکستی که اعراب خوردند بتونه بره و بیت المقدس شرقی رو بگیره. از این زمان ساکنین یهودی نشین وارد سرزمین های فلسطینی شدند، هم در غزه و هم در کرانه غربی رود اردن، و شهرک سازی ها در سرزمین های فلسطینی آغاز شد. سه سال بعد هم جمال عبدالناصر فوت کرد و اساساً پروژه ملی گرایی عربی بعد از این شکست خیلی بزرگ، شکست بزرگتری رو تجربه کرد. مصر البته بعد از مدت ها از طریق مذاکره و کمابیش فشار تونست صحرای سینا رو پس بگیره. بعد از اینکه جمال عبدالناصر فوت کرد، جانشینش انور سادات به کلی مسیر متفاوتی رو طی کرد و به دنبال ابتکاراتی متفاوت بود برای اینکه بتونه صحرای سینا رو پس بگیره. در دهه 70 به طور کلی اتفاقات مهمی هم افتاد، از جمله اینکه واشنگتن تلاش کرد که ابتکار صلح رو به دست بگیره و میانجیگری بکنه بعد از اینکه در سال 1973 در جنگ عرب اسرائیل ناچار شد که در حمایت از اسرائیل وارد این مناقشه بشه. در سال 1978 دو طرف موفق شدند که به یک توافق صلحی برسند در کمپ دیوید با حضور جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت در واقع آمریکا. انور سادات و مناخیم بگین که نخست وزیر اسرائیل بود با همدیگه دست دادند و توافق کمپ دیوید امضا شد و بر اساس اون اسرائیل تعهد کرد که به فلسطینی‌ها در غزه و کرانه غربی رود اردن اجازه بده کنترل این مناطق رو به دست بگیرند، و همچنین دو طرف به این توافق رسیدند تا اسرائیل از صحرای سینا خارج بشه و به کلی صحرای سینا رو به مصر پس بده. موضوع در لبنان کم و بیش گره خورد و حتی کار به گونه پیش رفت که یاسر عرفات و بعضی از گروه های دیگه فلسطینی مستقر شدن در لبنان و این خودش با سرمنشای تحولات تازه‌ای شد. بله، در واقع مبارزین فلسطینی بعد از اینکه در جنگ داخلی اردن شکست خوردن ناچار شده بودند که به لبنان مهاجرت بکنند، و در اونجا هم از 1975 جنگ داخلی شروع شده بود و گروه‌های قومیتی و مذهبی با همدیگه درگیر بودند. این موضوع به فلسطینی‌ها کمک می‌کرد که در نبود یک دولت مرکزی قدرتمند در بیروت بتونن فعالیت خودشون رو بسیار گسترش بدن و در جنوب لبنان هم با اسرائیلی‌ها درگیر بشن. اسرائیل در سال 1982 گفت دیگه حاضر نیست که تحمل بکنه این وضعیت رو، به لبنان حمله کرد تا به گفته خودشون مبارزین فلسطین رو از لبنان اخراج بکنند، و از این زمان اشغال لبنان هم عملا آغاز شد. باید خیلی سریع بگذاریم از اینها، در ولی انتفاضه شروع شد و فلسطینی ها یک حرکت جدید رو شروع کردند. این شورش سراسری که اتفاق افتاد در سال 1987 در زمینه پیش نرفتن تمام وعده هایی بود که اتفاق می افتاد، از جمله اینکه گفته بودند کنترل مناطق فلسطینی رو به فلسطینی ها خواهند سپرد. به دلیل اینکه این اتفاق نیفتاد و همزمان تحولاتی هم داشت شکل می گرفت، از جمله اینکه به عنوان مثال گروه اخوان المسلمین در مصر فعال شد و شاخه فلسطینی اون به نام حماس شکل گرفت، مجموعه تحولاتی که افتاد به این شورش بزرگ ختم شد که انتفاضه نام گرفت، و از اینجای کار بودش که شاید یاسر عرفات و سازمان آزادی بخش فلسطین فکر کردن که اداره امور و کار از دستشون در رفته و زمینه آماده شد برای اینکه به پای میز مذاکره بیان و حتی عقب نشینی های هم بکنند. ضمن اینکه از اون طرف هم جنگ کویت اتفاق افتاد و آمریکا هم به دنبال این بود که در دنیای عرب یک میانجیگری و یک اقدام بزرگی رو انجام بده. کار رسید به یک کنفرانس و این کنفرانس بسیار تاریخی شد با یک توافق تاریخی. کنفرانس مادرید با حمایت آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی در اون زمان در سال 1991 انجام شد و نتیجه نهاییش در واقع توافق اسلو بود که توافق بسیار مهمی بود و در جریان اون اسحاق رابین و یاسر عرفات این بار با هم دیگه دست دادند و اتفاقات تاریخی افتاد با حضور بیل کلینتون رئیس جمهوری وقت آمریکا، و بر اساس این توافق اسلو بود که تشکیلات خودگردان فلسطینی تشکیل شد. این امید در حرفایی که بیل کلینتون زد موج می‌زد، این حرفا رو ببینیم. و حالا بگذارید تک تک ما بار دیگر سراغ تلاشمان برای صلح برویم
که با معنویت این لحظات قدرت بیشتری گرفته و امیدهایمان افزایش یافته. با راهنمایی خرد خداوند متعال که ما را به این روز فوق‌العاده رسانده، با صلح زندگی کنیم و صلح طلب باشیم. بله. و از این دیدار تاریخی و این فضای پر امید چطور رسیدیم به معامله قرن؟ احساس این هستش که بعد از شکست‌هایی که در تمام این سال‌ها خوردند مقام‌های آمریکایی برای میانجیگری، آقای ترامپ امیدوار هستش که صحنه‌ای شبیه به همین توافق اسلو رو بازسازی بکنه و بار دیگه موفق بشه که دو طرف رو بیاره و گامی بزرگ برداره برای صلح. و از روزی هم که به قدرت رسید تاکید داشت که برای این صلح تلاش خواهد کرد، اسمش هم که گذاشت معامله قرن. اما اتفاقی که افتاد این بودش که در این دو سال بعد از اینکه آمریکا به رسمیت شناخت بیت المقدس رو به عنوان پایتخت اسرائیل و همچنین سفارت خودش رو از تل آویو منتقل کرد به بیت المقدس، ارتباطات دیپلماتیک فلسطینی ها و دولت آمریکا قطع شد. این موضوع به در واقع ناامیدی های دامن زده در ارتباط با موفقیت معامله قرن. به هر حال بعد از 3 سال انتظار که برای این طرح صلح وجود داشت، فردا قرار هست که ازش رونمایی بشه. پرسش های کلیدی وجود داره که باید ببینیم چه پاسخی رو در این معامله قرن به اونها خواهند داد. اولین و مهمترینش وضعیت مرزهای فلسطین هست که آیا به مرزهای 1967 برمیگردن یا نه. نکته دوم سرنوشت مهاجران فلسطینی هست که در تمام این سالها از سرزمین ها خارج شدند، آیا اسرائیل به اینا اجازه خواهد داد که برگردند یا نه. مسئله دیگه‌ای که فلسطینی‌ها میگن سرش کوتاه نمیان، وضعیت بیت المقدس شرقی است که اسرائیل اون رو به عنوان پایتخت خودش به رسمیت می‌شناسه. و آخرین نکته هم مسئله شهرک‌های یهودی نشین و سرنوشت نهایی اونها خواهد بود. ممنونم از کیوان حسینی. ایرانی‌ها در ماه‌های گذشته بعد از عراقی‌ها عمده‌ترین مشتریان خارجی املاک در ترکیه بودند. روند سعودی و حضور ایرانی‌ها در این بازار زمانی شروع شد که دولت ترکیه تسهیلاتی برای اعطای تابعیت به سرمایه‌گذاران در بخش مسکن در نظر گرفت و به خارجی‌ها امکان داد تا با خرید حداقل $250,000 ملک طی چند ماه تابعه ترکیه شوند. خشار جنیدی گزارش می‌دهد. ترکیه همسایه قدیمی و تاریخی ایران، خیابان‌های استانبول سال هاست مقصد گردشگران ایرانی است. ایرانی ها از قدیم نه فقط برای تفریح که برای تجارت، تحصیل و زندگی به ترکیه رفته اند. در سالهای اخیر مورد دیگری هم به این فهرست اضافه شده، خرید خانه. این را می توان در حال و هوای این محله در حومه استانبول و فراوانی مغازه های ایرانی در آن مشاهده کرد. این محله یکی از نقاط تجمع ایرانی ها در استانبول هست. در این خیابون وقتی نگاه میکردم دست کم 5 رستوران با تابلوی فارسی دیده میشند. محله‌ای که روز به روز شبیه‌تر به محله ایرانی ها در تورنتو یا لس آنجلس میشه. ایرانی ها سال گذشته میلادی با خرید 5400 خانه پس از عراقی ها دومین گروه از خریداران خارجی املاک در ترکیه بودند. ایران اکونومیک کریزیندن önce biz yabancı müşteriye her zaman Arap müşteri gözüyle bakardık. پیش از بروز بحران اقتصادی در ایران عمده مشتری های خارجی ما عرب بودند. وقتی از بنگاهی ها میپرسیدی کشورهای عرب مثل عراق، عربستان و قطر رو نام می بردند. اما اگر الان سری به بنگاه‌های مسکن در این منطقه بزنید می بینید که 60-70% کارمند ایرانی دارند، چون مشتری ایرانی زیاد شده. یحیی بالگون، آپارتمانساز و فروشنده واحدهای مسکونی در حومه استانبول است. یحیی اسفند گذشته در نمایشگاه املاک تهران شرکت کرده بود. Açıkçası gittiğimiz sırada benim çok büyük bir beklentim yoktu. راستش وقتی برای شرکت در نمایشگاه به ایران رفتیم انتظار زیادی نداشتیم. در 2 ماه قبل از برگزاری نمایشگاه کلاً 2-3 واحد به ایرانی ها فروخته بودیم. من 6 مارس از ایران برگشتم و تا 30 مارس 40 آپارتمان به ایرانی ها فروختیم. در 2-3 سال گذشته بازار مسکن در ترکیه رکود داشته. اما تغییر قوانین اعطای شهروندی جان تازه ای را به بازار املاک در این کشور بخشیده و خریداران زیادی را روانه ترکیه کرده. ایرانی ها در سال گذشته 48% بیشتر از سال پیش از آن در ترکیه خانه خریده اند.
As you know, Turkey's citizenship through investment program. همونطور که میدانید حداقل سرمایه گذاری در املاک برای کسب شهروندی ترکیه به 250,000 دلار کاهش یافته. از سال 2017 ایرانی ها برای خرید ملک به ترکیه می آیند تا شهروند ترکیه شوند. آنهایی که امکان پرداخت این مبلغ را ندارند با خریداری یک ملک مثلا 50,000 دلاری می توانند اقامت دریافت کنند. بنیامین اصلا به سرمایه گذاران خارجی در ترکیه مشاوره می دهد. او میگوید حضور ایرانی ها در بازار املاک ترکیه فراتر از علاقمندی به داشتن خانه در ترکیه است. According to Turkish Union of Chambers and Commerces, اتحادیه اتاق‌های بازرگانی ترکیه میگوید ایرانی‌ها در رده نخست خارجی‌های سرمایه‌گذار در ترکیه هستند. آنها دنبال پیدا کردن راهی برای فرار از مشکلات اقتصادی ایران هستند و برای همین سرمایه‌شان را به ترکیه می‌آورند. تسهیل تردد به کشورهای غربی با گذرنامه ترکیه علت دیگر این گونه سرمایه‌گذاری است. به هر حال بعضی از خریداران به علت ناآشنا بودن با قوانین بازار ترکیه دچار زیان می شوند. اگر برای خرید ملک تنها به نظر بنگاه املاک اکتفا می کنید، ممکن است دچار مشکل شوید. اردنیس ساواش وکیل دادگستری است. او می گوید کسانی که می خواهند برای گرفتن شهروندی ترکیه در این کشور ملکی بخرند، باید حواسشان به سابقه ملک هم باشد. نه باید تنها به گزارش کارشناسی اکتفا کرد. فرد خریدار باید درباره سابقه ملک و قیمت‌های محل تحقیق کند. به خصوص در شهری مثل استانبول باید قیمت موارد مشابه را بررسی کرد. ترکیه پس از انقلاب ایران و همینطور در دوران جنگ پذیرای سرمایه ایرانیان زیادی بوده. حال که انتقال پول به دیگر کشورها به آسانی قبل نیست، به نظر می رسد این روند همچنان ادامه داشته باشد. خشایار جنیدی، بی بی سی، استانبول. ممنونم از همراهی شما با این برنامه 60 دقیقه.